خیلی ناراحتم. یعنی میشه واسه بقیه شونم این اتفاق بیفته؟ کیا رو میگی؟ کدوم اتفاق؟ آیات عظام دیگه، میگم ممکنه اونا هم ارتحال بگیرن؟ آها رفسنجانی رو میگی که مرد؟ آره طفلی، جوون مرگ شد، فقط 82 سالش بود، هیچی از دنیا نفهمید. بابا ما که از خدامون زودتر همشون ارتحال بگیرن، تو چت شده امروز؟ خب آره دیگه، منم از این ناراحتم که اینا چرا ارتحال نمیگیرن شرشون کم شه. اینا مثل این که اصلا شاددون ندارن. لامصب گمونم این قسمت از برنامهشون ارور آورده. مشیت خدا رو میبینی؟ درست تو روزایی که هیچ تعطیلی نبود یه تعطیلی واسمون فرستاد. خدایا شکرت. آره والا اصلا اون روز ترافیک خیلی سنگین شده بود، همه داشتن میرفتن شمال. خب واسه همدردیه دیگه، خودشم از اون دنیا پیام داده، گوش کن. امیدوارم که این سه روز بهتون خیلی خوش بگذره. جاده های شمال محال یادم بره. اما از حق نگذریم، همه بعد سقط شدنش باش همدردی کردن. شنیدی جنتی چی گفته؟ آره گفته رفسنجانی بای بای، رفتی اون دنیا به اسرائیل بگو نشونه گیری تو حلقم. اینو نمیگم که، گفته برای همدردی با خانواده رفسنجانی یه دقیقه خودمو به مردن میزنم. خدا کنه این کارو بکنه، اون یه دقیقه هم شرش از سر ما کم شه غنیمته. می نگاه کن چطوری خودش رو جا کرده اون وسط. اومده داره میگه منم بازی. اما خود رفسنجانی هم از اسرائیل شاکیه ها، میگه چرا این بارم چیرش به خاطر رفت. اینو گوش کن. بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتاً بی‌انصافیه این جنتی ملعون با این سن و سالش بمونه، من جوان بمیرم. خب دیگه از قدیم گفتن مرگ حقه، بالاخره شطوریه که دم خونه ی هر کسی میخوابه. ولی اینطور که پیداست آخونده از این حقشون کوتاه اومدن، شطورم دم خونه اینا بیخوابی گرفته، به خصوص دم خونه جنتی. ولی از حق نگذریم این رفسنجانی خیلی باعث شادی ملت شد. شادی؟ لامصب جنایتکاری بود که اون سرش ناپیدا. میخوای جنایتاشو ردیف کنم واسه؟ میشه مثنوی 70 من کاغذ. حالا تو زندگیش نشد قبول، ولی با مرگش که باعث شادی شد دیگه، قبول نداری؟ ببین به هر کی میرسی خوشحاله، یه سری اصلا نقل و شیرینی پخش کردن. اینو خوب اومدی، اما دیدی پیش امامش چالش کردن. گرفتی امامشو چطوری چسبونده بودن رو تابوتش؟ نه چطوری؟ بیا نگاه کن با نوار چسب. حالا جالبه بعد این همه دزدی پسرش اومده تو تلویزیون میگه همه دارایی بابام صرف انقلاب شد. اصلا من بدجوری دلم واسش سوخت. نگاه. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون چیزی بر دارایی‌های موجود قبل از انقلابم نیفزودم و هزینه‌های زندگی را در درجه اول از عوائد و فروش اموال قبل از انقلاب و در درجه دوم از حقوق و مزایای قانونی هم برداشتم. من میخوام بدونم واقعا مردم ایشون حتی یک ریال، و الان اگر نگاه کنید به زندگی ایشون، ایشون شاید بیش از 90% از اموالش در جهت انقلاب هزینه شد و داراییشون بسیار کمه. اینجور نیست که فکر کنن ایشون بچهش واسش بمیره. حالا میدونی سوال شب اول قبرش چی بود؟ شب اول قبر؟ نمیدونم والا. نکیر و منکر رفتن سراغش، گفتن قبل از اینکه برید جهنم این زمینای ته بهشت رو تعیین تکلیف کن. میگم به نام تو زدن، یعنی زمین خاری تا این حد. ایشالله باقیشون هم ارتحال بگیرن برن پیش امامشون. ایشالله.